دومین نشست ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بادغیس به منظور بررسی مشکلات صد در راه ثبت نام رای دهندگان در این ولایت برگزار شده است. در این نشست شماری از ساکنان بادغیس، احزاب سیاسی، بزرگان قوم و فعالین مدنی اشتراک داشتند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس میگویند که در این نشست مشکلات صد در راه ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها و چگونگی پیدا کردن راه حل برای رفع مشکلات در این نشست بیان شده است. طرح پیشنهادات و مشکلاتی که پیرامون بر پروسی ثبت نام رای دهنده های اینا رو تا یک جلسه با نهادهای زیربط، احزاب سیاسی، ائتلاف ها، جامعه مدنی و سایر افکار مرتبط با انتخابات ما جلسات داشته باشیم تا بتونیم تر و نظریات و پیشنهادات از اونها به دست بیاوریم و پیرامون موضوع ثبت نام رای دهنده چالش ها و مشکلاتی که موجود است شناسایی کرده به خاطر از اینکه بتونیم در انتخابات آینده سطح مشارکت در ولایت بادغیس بالا ببریم قادر شدیم که امروز جلسه دایر کنیم و تر و نظریات از اینها دریافت کنیم و انشالله موضوعات در قالب یک گزارش به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش میشه. بادغیس یکی از ولایاتی است که پیکارجویان طالب تا کنون چندین بار دست به حمله به مراکز رای دهی زدند. حالا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس میگوید که به دلیل تهدیدات بلند امنیتی آنان نتوانستند که از 189 مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها 116 مرکز آن را بازگشایی کنند. از مجموع 189 مرکز رای دهی که فعلا به نام مراکز ثبت نام چون در مرحله ثبت نام قرار داریم، از 189 مرکز ثبت نام یا مراکز رای دهی ما تونستیم از تاریخ 25 آمار که فعالیت های ثبت نام آغاز کنیم حدود 73 مرکز فعال داشته باشیم که یعنی ثبت نام صورت گرفته. از سوی هم مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از بازماندن شمار زیادی از ساکنان بادغیس از روند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی می کنند. عبدالغنی سودمند نماینده فیفا در بادغیس می گوید که تهدیدات امنیتی و کندی کار توزیع شناسنامه باعث شده است تا مردم از ثبت نام در انتخابات باز بمانند. یکانه مشکل مردم آگاهی کمتر هست، باز هم تعدادات امنیتی کما کم وجود داره، کمبود مواد تذکره و اینا هست. با این همه مسئولان اداره محلی بادغیس به تمام افراد و گروه های تروریستی هشدار می دهند که اگر در روند انتخابات در این ولایت دخالت کنند مجازات خواهند شد. بازم اطمینان میتونم که هر مشکلی که در این حد پیش میاد رئیس کمیسیون با ما شریک کنه، ما در خدمت شان هستیم و در مجموع از نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و همه مردم ولایت بادغیس تقاضا دارم که در قسمت پیشبرد انتخابات شفاف با نهاد مستقل انتخابات همکار باشند و ما هم همین وعده را میدیم که هر چالش مشکلی روبرو میشن به تمام معنا ما همراهشان همکار هستیم و به هیچ کس حق از این را نمیدیم که در شفافیت انتخابات جعل و تزویر کنن یا فسادی در میان بیاید. این در حالی است که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در ولایت بادغیس بیشتر مراکز ثبت نام در این ولایت مسدود می باشد، اما تاکنون مسئولین امنیتی نتوانستند امنیت این مناطق را برای کارمندان این کمیسیون تامین نمایند.